نزدیک 9 ماه است که ما با این معضل روبرو هستیم و متاسفانه موج جدیدی که این ویروس در سطح جهان با ظهور و بروز جدید پیدا کرده مشکلاتی رو برای بسیاری از کشورها و دولتها و مردم و به وجود آورده و خیلی از دولت‌ها ناچار شدن که محدودیت‌ها رو از نو افزایش بدن. ما هم به همین دلیل در هفته‌های اخیر یک بار در 43 شهرستان، یک بار در 46 شهرستان، حدود 90 شهرستان ما محدودیت‌های زیادی رو ایجاد کردیم و از هفته پیش در مراکز استان‌ها هم 2 مرتبه یک محدودیت دیگری رو ایجاد کردیم. هدف از همه این محدودیت‌ها این هست که مردم عزیز و بزرگوار ما کاملا لمس کنند که شرایط یک شرایط فوق‌العاده‌ای هست، از شرایط عادی ما عبور کردیم و همه باید کمک کنند و یاری کنند که ما بتونیم از این مسئله عبور کنیم با کمترین ضرر. اون چه برای ما مهمه در مرحله اول آموزشه. ما سواد سلامت مردم رو باید بالا ببریم. مردم باید به خوبی بدونند علائم این بیماری چی هست. هنوز هم در جامعه ما افرادی هستن میگه من هیچ علامتی ندارم، بعد بهش میگه که هیچی احساس نمیکنی، چرا؟ یه خورده درد عضلانی دارم 2-3 روزه، ولی نه علامتی من ندارم. بازم ازش میپرسی آقا علامت داری؟ میگه نه من علامت ندارم، یک چند روزیه که حس چشایی بویاییم کار نمیکنه. معلومه که آموزش به اندازه کافی به مردم داده نشده و مردم فکر میکنن باید تب شدید بکنن، مردم فکر میکنن باید در یه شرایطی باشن مداوم سرفه بکنن تا مثلا احساس کنن که این بیماری به سراغ اونها آمده. بنابراین رو برخی از علامت‌ها و شرایط آموزش کم داده شده. ما سطح آموزش رو باید ببریم بالا و ارتقا بدیم. دوم اینکه مردم ما باید اعتماد 100% به ستاد ملی کرونا و قرارگاه داشته باشن. این اعتماد هرچه کم بشه به ضرر کشوره. اینایی که گاهی مصاحبه میکنن، حالا گاهی در داخل، گاهی با ضد ایرانی ها در خارج مصاحبه میکنن، انتقادهای نپخته ای رو مطرح میکنند. من حالا کاری به صحبتشون و حرفشون من ندارم. هر چیزی که اعتماد مردم رو به ستاد ملی کرونا و اعتماد مردم رو به قرارگاه و اعتماد مردم رو به وزارت بهداشت درمان ما کاهش بده به ضرر ماست. به معنی اینکه اعتماد کم بشه مردم میگن حالا گفتن، حالا تصفیب کردن، معلوم نیست که حتما لازم باشه. دیگه دقت مردم برای اجرای مصوبات کم میشه و اون اصل داستان هست که ما همه باید مورد توجه قرار بدیم برای اینکه پروتکل ها به خوبی اجرا و عملیاتی بشه. سوم اینکه دولت و همچنین اونهایی که به دولت یاری میرسونن، نیروهای مسلح، نمیدونم نهادهای عمومی غیر دولتی، فرق نمیکنه، همه اینا به الزامات پروتکل توجه کنن. وقتی ما یه پروتکلی رو اعلام میکنیم میگیم اینجوری بشین، یه الزاماتی داره. وقتی میگیم ماسک بزنید یعنی الزاماتی داره، باید ماسک به طور فراوان به وفور در اختیار مردم باشه با قیمت کم، بلاخ فایده نداره هرچی ما بگیم. میگه خب ماسک نیست دو جامعه. حالا الحمدلله البته الان برای ماسک مشکل نیست، مشکل حل شده است. لوازم بهداشتی باید در اختیار مردم باشه که هست، البته اینا مشکلی الان وجود نداره. دولت الکترونیک باید لحظه به لحظه توسعه پیدا کنه. این دولت الکترونیک مثل اینکه ما تأکیدی که آقای دکتر نمکی میکنه رو بعضی از موضوعات، میگه دیگه روز برای ما مهم نیست، ساعت برای ما مهمه، تو دولت الکترونیک ما از اینه. ما هر چیزی که میتونیم باید ببریم از تو فضای دیجیتال، تو فضای مجازی، که مردم نیازمند به تردد نباشن، نیازمند نباشن به ادارات مراجعه بکنن و سایره
الزام، هر چیزی که جزو لوازم این کار هست ما باید کنار هم باشیم. نیروهای مسلح، بیمارستانهاشون، تجهیزاتشون، امکاناتشون که البته در اختیار، خب الان خستگی که برای نیروها و کادر درمان ما ایجاد شده، نیروهای مسلح میتونن کاهش بدن، کم کنن. و همچنین بیمارستانها و تاسیساتی که مال نیروهای مسلح نیست، مال دولته ولی مربوط به وزارت بهداشت درمان نیست، دستگاه‌های دیگر، همه اینها باید پای کار بیان و این کار رو انجام بدن. مسئله بعد ضمانت اجراست. ما اگر مصوبات رو بگذرانیم، مصوبات رو ابلاغ بکنیم، این مصوبات اجرا نشه، عده‌ای، البته اکثریت مردم اجرا میکنن ولی یه اقلیتی هستن متاسفانه توجه نمیکنن، با این اقلیت باید برخورد بشه. اگر برخورد نشه خب کل کار لنگ میشه، به هر حال ما به هدف نمیرسیم. من خواهش میکنم به ضمانت اجراش توجه کنیم. البته بیشترین مسئولیت برای این کار قرارگاه به عهده داره که انشالله این رو دنبال میکنه. مسئله دیگر که مسئله اساسی ما هست، اساس داستان اینه که تجمع به حد اقل ممکن برسه و تردد به حد اقل ممکن برسه. اگر این دوتا مراد بشه، تجمع کم بشه، ترددها کم بشه، بسیاری از مسائل ما حل میشه. در بسیاری از شهرها ما مشکلاتی پیدا کردیم بعد از تجمع غیر ضرور غیر قانونی. حالا یک تیم فوتبالی برنده شده، خب برنده شده، باید شب بیایم دو ساعت تو خیابون خوشحالی کنیم همه تو هم تو هم، بعد دیدیم اون استان چه وضعی پیدا کرد روزهای بعدش. خب یه حادثه ای که رخ میده همون روز که معلوم نمیشه. تو این داستان هر حادثه ای که رخ میده میبینی بعد از دو هفته مراجعه به بیمارستان زیاد شد، بعد از سه هفته، چهار هفته به آرامستان مراجعه زیاد شد. این میشه دیگه، این که همون روز که نیست. وقتی در یک مشهدی، در یک شهری بدون مجوز، حالا چون مشهد بود من گفتم یک مشهدی، در یک شهری مثل مشهد یک اجتماعی درست میشه، حالا رنگ و بوی مذهبی هم داشته باشه، بدون مجوز، خب معلومه مشهد و استان رضوی در سه چهار روز هفته گذشته بعضی روزا از تهران هم وضعش بدتر بود تو آمار. خب نشون میده وقتی اجتماع درست میشه بدون دلیل، یه اقداماتی میشه، جاهای مذهبی دینی، ما از هر کم میپرسیم میگن مجوزی نداشتن، دنبالش به هر حال این مسائل هست که ما دچار مشکل میشیم. من خواهش میکنم این اصل تجمع و اصل تردد که هر کدام اگر ضروری نیست باید کنار بگذاریم مورد توجه ما باشه. مسئله بیماریابی بسیار مهمه. ما تو جامعه، ما مردم عزیز ما مطلع هستن، اینایی که مبتلا میشن به این ویروس حدود 80% یه علامت روشن ندارن، یا اصلا علامت ندارن، یا علامتشون بسیار کمه. اونایی که علامت آشکار دارن 20% جمعیته. 80% اینایی که مبتلا هستن علامت ندارن اصلا. این بدتره، چون علامت ندارن فکر میکنه سالمه، میره تو هر جامعه‌ای، تو هر اجتماعی و دیگران مبتلا میکنه. راه چیه؟ راه اینه تست ببریم بالا. ما تست تشخیصی رو باید مرتب ببریم بالا. حالا وزارت بهداشت برنامه خودش رو برای این کار آماده کرده، دولت هم کاملا آماده است که در این مسئله یاری برسانه. انشالله شرکت‌های دانش‌بنیان هم تو این زمینه تلاش خواهند کرد که ما کیت‌های تشخیصی که میتونه سریع ما رو به جواب برسونه، در یک زمان کوتاه بتونیم در اختیار عزیزان ما قرار بدیم که این کار انجام بگیره. یه مسئله بعدی، مسئله جداسازی است. خب طرف مبتلا باید جدا بشه از جامعه. برای جداسازی یا قرنطینه یا ایزوله کردن، باید فرد بره در یه جایی قرنطینه بشه، حالا خونه شه یا هر کجا هست، و باید مراقبت کنیم. اگه این کار رو نکرد برخورد کنیم، چون این مشکلات زیادی رو برای ما درست میکنه. پس ردیابی بیماران که حالا وزارت
ارتباطات در این زمینه باید کمک کنه، دیگران باید یاری بکنن، برای ما بسیار مهمه. مسئله بعدی، وقتی همه این مراحل رو ما پیش میریم و باز هم مشکل داریم، دیگه ناچاری محدودیت‌های شدید رو درست بکنیم، یه راهی برای ما باقی نمیمونه. ولی همون راه‌های قبلی اگر همه اجرا بشه، نیاز نیست که این همه ما محدودیت درست کنیم. الان در یه شرایطی هستیم متاسفانه ناچاریم که محدودیت‌ها رو بیشتر بکنیم. امروز خب تصمیمات کلی گرفتیم برای محدودیت‌ها. این محدودیت‌ها جزئیاتش در ظرف هفته نهایی میشه و از شنبه هفته آینده، یعنی اول آذر، این طرح اجرایی و عملیاتی میشه. این طرح مربوط به یه استان نیست، مربوط به سراسر کشور هست. هفتگی اعلام میشه، شرایط شهرهای مختلف در کشور و هر شهری بنابر ویژگی هایی که داره مقرراتی براش اجرا میشه. این مقررات کلیاتش تو این جلسه بحث کردیم، تصویب کردیم. یه ریزکاری هایی هست که تو این هفته انشاءالله اون ریزکاری هم نهایی میشه، مدبّم میشه و اجرا میشه انشاءالله. امیدواریم این طرح بتونه کمک کنه. این طرح انشاءالله طرحی است که اساسش تا پایان کرونا ادامه داره انشاءالله، هم امسال هم سال دیگه. این طرحیست، یه طرح بزرگی است که ما میخواییم تا پایان کرونا این رو ادامه بدیم و انشاءالله بهداشت درمان قرارگاه بیشترین مسئولیت رو برای اجرای این بوده دارن. مردم عزیز و بزرگوار ما، اولا باید باور کنن که این بیماری و این ویروس حالا حالاها مهمان ناخوانده جامعه ما هست. ما در کشورمون و بسیاری از کشورهای دنیا که شرایطی مشابه ما دارن، ما باید با این ویروس زندگی کنیم. این ویروس هست تا آخر امسال، علل قاعده هست، ممکنه سال آینده ماهایی بگذره و باشه. چون هنوز نه به درمان قطعی رسیدیم نه به واکسن قطعی، هیچ کدوم. حالا البته حرف راجع به هر دو زده میشه، داروهایی هست که اعلام میکنن مؤثر، ممکنه هم یه جایی مؤثر بشه، اونا دیگه تشخیص پزشکان عزیز هست. منتها یک داروی قطعی برای این بیماری نیست، یک واکسن هم تا امروز به طور قطعی نیست. هر زمان این واکسن به اندازه کافی در اختیار مردم قرار بگیره و استفاده بشه، که هنوزم بلان معلوم نیست که اگر واکسنی آمد اثر اون واکسن چه مدته، یعنی یک سال اثر واکسن کمتره، بیشتره، هنوز چیزاش مشخص. پس ما راهی جز مراقبت از خود، مراقبت از اقوام و خانواده خود، مراقبت از دوستان نزدیک خود، راه دیگه نداریم. باید مراقبت بکنیم، با این مراقبت باید پیش بریم و اگر مراقبت بکنیم و همه دستورالعمل ها رو اجرا بکنیم، اولا ابتلا کم میشه. اگر ابتلا هم باشه، با همه تمهیداتی که شده انشاءالله تشخیص زود انجام بگیره و درمان سریعتر انجام بگیره. در نهایت هدف اینه که فوتی ها و مرگ و میر کاهش پیدا کنه، که انشاءالله این راه رو ما ادامه بدیم و انجام بدیم. ما در طرحی که امروز کلیاتش تصویب شده و نهایی میشه این هفته و از شنبه اول آذر اجرایی و عملیاتی میشه در کشور، درست ظاهرش به سبک تعطیلات برخی از مشاغل، تعطیلات بخش‌های فرهنگی آموزشی، اینا ظهور و بروز داره، یا جریمه در موارد ظهور و بروز داره. اما واقعیتش اینه که یک هشدار به مردم می‌خوایم ما بدیم، با همه این تعطیلات مردم احساس کنن که این مسئله مهمه، ما در یک شرایط ویژه هستیم. این ویروس، ویروس اسفند و فروردین نیست. مردم بعضیا فکر میکنن ما دیدیم، خب گذشتیم، عبور کردیم. بابا این ویروس اون نیست، این ویروس جهش یافته است، این ویروس سرعت انتقالش بیشتره، این ویروس اذیت و آزارش بیشتره. دنیا هم همین رو میگه، کشورهای مختلف هم با این مواجه شدن، متخصصین ما هم در کشور، وزارت بهداشت درمان ما همین میگه.
میگه سرعت انتقال 9 برابر شده نسبت به فروردین و اسفند پارسال و فروردین امسال. بنابراین شرایط متفاوته، ما باید بیشتر مراعات بکنیم، مخصوصا اونایی که مثلا راننده یک خودروی هست که تو حمل و نقل عمومی است. خیلی مهمه که اون راننده سالم باشه. اگر راننده‌ای باشه در تاکسی یا همین تاکسی‌های الکترونیکی و خدای نکرده اون آلوده باشه و هر نفری که سوار میکنه از صبح تا شب چقدر مسافرین بر اون ور میکنه، خیلی مهمه. حالا انشاءالله این تست سریعی که بیاد باید یه برنامه ریزی خاصی بشه برای اینایی که مردم بیشتر با اونها در رفت و آمد هستن، خود بیمارستان ها، خود مطب ها، خود فروشگاه ها، اونجاهایی که مردم تردد بیشتر دارن، اونجاها باید بیشتر مورد مراعات قرار بگیره تا انشاءالله از این مسئله عبور کنیم. امروز چارچوب یه طرح مهمی رو ما به تصویب رساندیم که انشاءالله سخنگوی ستاد ملی اینها رو توضیح میده برای مردم، مصوبات امروز رو در زمینه بیمه، در زمینه مالیات هم تصمیماتی ما گرفتیم، اینها رو هم به هر حال توضیح میده برای مردم. انشاءالله امیدواریم با کمک هم و یاری هم و مراعات پروتکل‌های بهداشتی ما مثل دور اول که سرافراز بیرون آمدیم. تو دور اول با همه دنیا گرفتار بودیم، ما هم گرفتار بودیم، سرافراز عبور کردیم، همه به هم کمک کردیم، همه آمدیم همدیگر رو یاری کردیم. انشاءالله این دور هم که دور سخت تری هست با کمک همدیگر انشاءالله سرافراز عبور خواهیم کرد.